به کدام رویا زندگی می کنیم خدا انسان را به شباهت خدا آفرید این رویای خدا بود تا او در محبت بلاعوض رشد کند شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در غرور و خودخواهی خیش حلاک گردد نکته دوم خدا انسان را به شباهت خدا آفرید تا او در حکمت بی نهایت رشد کند اما رویای شیطان چیز دیگری هست شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در جهل و خرافه خیش هلاک گردد نکته سوم خدا انسان را به شباهت خدا فرید تا او در عدالت کامل رشد کند شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در بی ادالتی و بی انصافی خیش هلاک گردد و بالاخره نکته آخر خدا انسان را به شباهت خدا فرید تا او در رحمت پایدار رشد کند شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در کینه و نفرت خیش هلاک گردد من ایمان دارم که خداوند مطابق فیزش همون گونه که اعلام کرده تو را هرگز رها نخواهم کرد ما را رها نمی مشروطه مشروط بر این که ما نیز وفادارانه بیستیم و مجال این رو ندیم چرا که همون گونه که عرض کردم ما سهمی داریم اگر تصور بر این بکنیم که تمام سم و تمام زحمات باید از سمت خدا بوده باشه این رو بدونیم به جایگاهی نخواهیم رسید مطابق این فرمول مزمور 25 ده اعلام میکنه همه راههای خداوند رحمت و حق است برای آنانی که عهد و شهادت او را نگه میدارن نه فقط میشنبن شنیدیم این مسئولیت هست ایزان و باعث این خواهد شد که زندگی شما در سلامتی باشه زندگی دیگران رو در سلامتی بیاریم به طور خاص این رو بدونیم ایرانی هایی که مهاجرت کردن احتیاج داریم به تراپی به شفا چرا که آسیب خوردیم و هم ما که توی ایران هستن نیازمند هستند که شفا بگیرن آروم بشن از این کینه ها از این بدبینی ها نیز آزاد بشن هر کدوم شما از طرف خدا نماینده ای هستید که این پیام کلام خدا رو به یک هموطن دیگه برسونید